دکتر خیلی ممنونم از وقتی که برای بنده گذاشتین. میدونم که وقتتون بسیار فشرده هست، بسیار مشغول هستین. به هر حال سوالاتی بود که از طرف بیننده های ما قرار بود که با شما مصاحبه انجام بدیم، قولی داده بودیم به بیننده های ما. اون برنامه‌ای که راجع به شما نشون دادیم بسیار با استقبال روبرو شد، حتی خواستن که دوباره براشون تکرار بکنیم. در ضمن سوالاتی انجام دادن که فکر کردم بتونیم برای اینکه دکتر گنجی رو بیشتر به مردم خودمون معرفی کنیم با شما وقتی داشته باشیم در این مورد. به هر حال بی‌نهایت سپاسگزارم از قبول این مصاحبه. راجع به دکتر گنجی و سازمانشون، چه سازمان درفش کاویانی چه سازمان حقوق بشر، مردم کمتر میدونن. من نمیدونم این جریان مربوط به کمکاری خود سازمان شما میشه یا اینکه شما اصولا از جنجال به دور هستین، بیشتر میخواین بپردازین به کار تا خودنمایی و حرف. یک مقدار راجع به دکتر گنجی و همچنین سازمان درفش کاویانی و اینکه چرا اسم عوض شد و تبدیل شد به سازمان حقوق بشر یک مقدار لطف کنیم بفرمایید. خب من هم گمون میکنم ابتدا باید از شما تشکر بکنم برای برنامه‌ای که پخش شد و برای دعوتی که ازم کردید برای این مصاحبه. همونطور که گفتید در این 9 سال اخیر که من در پاریس بودم و مسئولیت سازمان درفش کاویانی و سازمان حقوق بشر آزادی اساسی رو به عهده داشتم، ما کمتر در خارج کار کردیم و تمام توجهمون رو به داخل ایران معطوف داشتیم. علتش این بود که مبارزه در داخل ایران انجام میگیره و از روز اول من میدونستم اگه بخوایم کاری بکنیم در واقع و اعتبار و حیثیتی داشته باشیم باید توجهمون رو معطوف بکنیم به داخل ایران. سازمان درفش کاویانی که وارث سازمان جبهه نجات ایران بود، از ابتدا فعالیتش در محدوده حقوق بشر و آزادی اساسی و دموکراسی و کثرت‌گرایی بود. ما در یه مرحله به این نتیجه رسیدیم برای اینکه بتونیم ارتباطمون رو با تمام سازمان‌ها قوی‌تر بکنیم و راه رو برای اتحاد همبستگی بیشتر باز بکنیم، بهتره که چتر سازمان حقوق بشر و آزادی اساسی رو به حفظ بکنیم تا اینکه روی سازمان درفش کاویانی بیشتر تکیه بکنیم. سازمان درفش کاویانی فعالیت خودش رو، هسته هاش رو در داخل ایران داره و کارش رو انجام میده و سازمان حقوق بشر و آزادی اساسی بیشتر در جهت اتحاد و همبستگی گام برمیده. من راجب خودم گمان میکنم که هموطنان تا اندازه زیادی آشنا هستن با کارم در ایران. من وزیر آموزش پرورش کشورمون بودم مدتی، وزیر آموزش پرورش و علوم بودم مدتی، مسئولیت دانشکده حقوق رو داشتم. کارم همیشه در زمینه حقوق بشر بوده از بیش از 40 سال پیش. من تز لیسانسم رو روی حقوق بشر و اسلام نوشتم، تز فوق لیسانسم رو روی حقوق بشر و سازمان ملل متحد نوشتم، تز دکترام رو روی حمایت بین المللی حقوق بشر نوشتم در سوئیس. بعد بوسی دانشگاه کمبریج بودم، اونجا هم حقوق بشر در کشورهای اروپایی رو تزم رو تمام کردم، یکی بهش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تئوری و عمل. بعد به استخدام سازمان بین المللی کار در اومدم در قسمت اجرای تعهدنامه‌های بین المللی یک کارگری. بعد از اون در امریکای مدتی همونطور که میدونید تدریس کردم. بعد اولین ایرانی بودم که به استخدام اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در اومد. مدت 3.5 سال در اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد کار میکردم. بعد از اون در سال 1965 به ایران برگشتم و کار تدریس رو در دانشکده حقوق شروع کردم و اونجا هم تمام فعالیتام قسمت عمدهش مربوط میشد به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی. من کمیته ایرانی حقوق بشر رو در سال 1967 در ایران تأسیس کردم و دبیر کلش بودم برای مدت 3 سال. در کارم در کمیسیون حقوق بشر کماکان حفظ کردم و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، اولین گزارشگر بودم در زمینه حقوق بشر در کشور افریقای جنوبی، رودزی و که امروز هست زیمبابوه و افریقای جنوب غربی که بشه نامیبی.
این خلاصه یه راجب گذشته خودم و راجب فعالیت سازمان. همونطور که گفتم کار ما عدم شناسایی با کار ما در خارج از کشور بیشتر به علت اینی که توجه ما بیشتر به داخل کشور بوده و در خارج کشور هم توجهمون بیشتر به دولت مردان خارجی، به سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و به پارلمان اروپا، شورای اروپا، به رسانه های گروهی کشورهای دموکراتیک غربی و کمتر در بین هموطنان ایرانی خودمون در خارج از کشور فعالیت داشتیم. علتون داشتیم آقای دکتر فرمودین که شما اولین گزارشگر در مورد حقوق بشر بودین، یعنی اولین گالیندوپل ایرانی بودین شما. اون زمان شما از طرف کدوم کشوری ماموریت داشتین در این مورد این کار رو انجام میدیدین؟ من کارم در اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد که همونطور که گفتم استخدام سازمان ملل بودم، اونجا نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف بود. به ایران که برگشتم کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر باید در سال 1968 تشکیل میشد، 20 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. به پیشنهاد من و تایید دولت ایران میزبان اون کنفرانس شد و برای اینکه مقدمات کار آماده بشه در کمیسیون حقوق بشر من عضو علل بدل هیئت نمایندگی ایران بودم و در سال 1966 نطق افتتاحیه که تهیه کردم برای نماینده ایران تمام توجه من بیشتر روی نقض حقوق بشر در دنیا و افریقای جنوبی بود. ولی شما به اصطلاح از طرف ایران نبودین که؟ چرا، من نفر دوم نمایندگی ایران بودم، عضو علل بدل بودم در کمیسیون حقوق بشر که اون اصلا قطعنامه نقض فاحش حقوق بشر رو من و نماینده نیجریه و نماینده تانزانی نوشتیم که اون باعث و بانی تمام این گزارشگرهای مخصوص کمیسیون حقوق بشر شده که از جمله گالیندوپل باشه و خودم اولین گزارشگر ویژه بودم که انتخاب شدم و مدت 3 سال ماموریت داشتم که وضع نقض حقوق بشر در افریقای جنوبی و نامیبی و زیمبابوه رو بررسی بکنم و گزارش بدم. گزارش من به بیش از 70 زبان در سراسر دنیا خلاصش چاپ شد و بعد از اون انتخاب شدم برای تهیه گزارش وضع حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی در تمام کشورهای عضو سازمان ملل که برای تهیه اون به 69 کشور مسافرت کردم و گزارشم در سال 1972 به سازمان ملل متحد داده شد و به 5 زبان رسمی سازمان ملل متحد چاپ و منتشر شد. من شنیدم که شما جزو دانشجویان کنفدراسیون بودین، جزو کسانی بودین که علیه رژیم بودین در جوانی، آیا این درسته؟ من در جوانیم طرفدار دکتر مصدق بودم، طرفدار جبهه ملی بودم در زمان ملی شدن نفت، در زمان تحصیلم در دانشگاه کمبریج، اون وقت مسئولیت اداره انجمن دانشجویان ایرانی در انگلستان به عهده من واگذار شد. در همون سال، سال 1960، نمایندگان انجمن‌های دانشجویی ایرانی در کشورهای مختلف در لندن اجتماع کردند و پایه کنفدراسیون گذاشته شد و منم عضو هیئت نمایندگی دانشجویان ایرانی انگلیس بودم که در اون جلسه شرکت کردم و سخنگوی نمایندگی دانشجویان انگلیس بودم در اون اولین اجلاس کنفدراسیون. در اونجا متاسفانه متوجه شدم که توجه بیشتر به مسائل دیگری هست تا اینکه واقعا یه سازمانی درست بشه، سازمان دانشجویی که توجهش به خواستهای صنفی دانشجویان باشه. بعد از اون اجلاس دیگه در جلسات کنفدراسیون بعد از اون شرکت نکردم، ولی در اجلاس اول بله. شما علیه رژیم در اون زمان کارهای انجام دادین، نطخایی، تظاهراتی چیزی؟ بله. چطور شد که به ایران دعوت شدین؟ من علتی هم که در خارج از ایران موندم، رفتم به سازمان بین‌المللی کار به مدت 1 سال و به مدت تقریبا 8 ماه تدریس میکردم در امریکا، 3.5 سال در سازمان ملل کار میکردم. این بود که با اوضاع احوال اون روز ایران زیاد موافق نبودم تا اینکه انقلاب سفید انجام گرفت و به زنان حق رأی داده شد، اصلاح طرزی انجام گرفت، مسئله شریک کردن کارگران در سهام کارخانجات مطرح شد و اونها تا اندازه مسائلی بود که من طرفدارش بودم و بعد ازدواج کرده بودم و بعد از اون هم مدتی در سازمان ملل با
سفیر ایران دکتر عبدو آشنا شده بودم، برای تعطیلاتم به ایران اومدم. برای تعطیلات 3 ماهه ما 2 سال یک بار 3 ماه سازمان ملل میفرستاد خانواده رو به کشور خودشون. اومدم به ایران، دکتر عبدو سفیر ایران در هندوستان شده بود، داشت میرفت و به من پیشنهاد کرد، گفت موقعی که بخوای برگردی حالاست، دانشکده حقوق جایی هست، جایی من دارن دنبال کسی میگردم. من تقاضا دادم و تقاضام مورد رستگی قرار گرفت. 1 سال طول کشید تا اینکه سال بعد از من دعوت کردن و من دانشیار وارد دانشکده حقوق. چه کسی دعوت کرد؟ دکتر افشار از من دعوت کرد، رئیس دانشکده. رئیس دانشکده حقوق بود در اون زمان، دکتر حسن افشار. این تزهایی که این همه قشنگ راجع به حقوق بشر اینا نوشته بودین، آیا در ایران خواستین که اجرا بشه؟ چون به هر حال بشر چه در افریقا چه در ایران، خاورمیانه، آسیا، آمریکا، همه میتونن شامل یک حقوق مساوی باشن. هیچ وقت از دولت خواسته بودین، از شاه خواسته بودین که این جریانا در اونجا اجرا بشه یا نه؟ من به شما گفتم که بعد از اینکه برگشتم به ایران، اولین کاری که کردم این بود که توجه مقامات رو جلب بکنم که مسئله حقوق بشر خیلی مهمه. بله. کنفرانس بین المللی حقوق بشر که 1968 در ایران تشکیل شد، 20 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، به توصیه من بود و من خودم دبیرکل هیئت نمایندگی ایران بودم در اون کنفرانس. خب تا چه حد اجرا میشد این جریان در ایران؟ رژیم متوجه شده بود که باید توجه بکنه به حقوق بشر، ولی گام ها گاهی سریع بود، گاهی کند بود. کم و بیش توجه در مواردی میشد، مثلا وقتی که محاکمه افرادی بود که در کاخ مرمر در تیراندازی نقش داشتن، امنستی هیئتی رو فرستاد به ایران. من تونستم که اون هیئت رو ترتیب بدم و از طریق اولیازاد شهبانو که هیئت برن در دادگاه و نظارت بکنم به رسیدگی دادگاه در مورد افرادی که متهم بودن به شرکت در اون ترور. یا خانواده زندانیان سیاسی رو کمک براشون، برای اینکه بهشون اینا میتونستیم کاری بکنیم، کمک‌های شده بود. اولیازاد توجه می‌کردم. من خودم از روز اول شروع کردم به اینکه یه گروهی رو از کارشناسان ایرانی در رشته‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جمع بکنم. افرادی که می‌شناسم روی مسائل مختلف که توجه بیشتر به حقوق بشر بود، آموزش، پرورش، بهداشت، درمان، دادگستری، غیرگذاری، مطبوعات، اینها گزارش تهیه کنیم، از طریق اولیازاد به عرض اعلیحضرت برسه و تغییراتی که لازمه به تدریج شروع بشه که انجام بگیره. و تا اندازه‌ای هم میتونم بگم که موفق بودیم. روزی که انقلاب انجام گرفت ما در حدود 100 نفر بودیم، بدون اینکه کارم تمام افتخاری بود. ساعت فراغت خودمون رو ازش استفاده میکردیم و کوشش میکردیم که وضع بهتر بشه. علتی هم که من وزیر آموزش پرورش شدم وقتی که مرحوم دکتر هویدا که دوست من بود از زمان تحصیلم در سوئیس، ایشون در کمیسر عالی پناهندگان کار میکردن، به من پیشنهاد وزارت کردن. اول ایشون پیشنهاد وزارت اطلاعات به من کردن، بعد وزارت دادگستری رو. من خودم بودم که وزارت آموزش پرورش رو خواستم از ایشون که به من بده، چون توجه هم بیشتر به این بود که میدونستم که حقوق بشر هر چی آدم بخواد انجام بده، اولین پایش آموزش و پرورش. آقای دکتر گنجی، از زمان کندی، از سال 65-68 که حقوق بشر مطرح شد تا سال 78 که انقلاب را افتاد، مدت 10 سال گذشت و بزرگترین بهانه امریکا و آقای کارتر این بود که حقوق بشر در ایران به اون صورت اجرا نمی شد. عقیده خود شما چیه؟ واقعا حقوق بشر در ایران اجرا نمی شد؟ خب اگه حقوق بشر رو به اون طور ببینیم که در کشورهای دموکراسی غربی وجود داره، بله ما خیلی عقب بودیم. ولی اگر حقوق بشر در ایران رو بخواید شما مقایسهش میکردید با پاکستان، با افغانستان، با حتی ترکیه اون زمان، با عربستان، با سایر کشورهای مشابه ما، وضع ایران خیلی وضع بهتری بود در موقعی که انقلاب انجام گرفت، که به مراتب بهتر. موقعی که من برگشتم به ایران، من برگشتم همونطور که گفتم برای اینکه دیدم که رژیم به طرف عدالت اجتماعی داره میره، با فئودالیته مبارزه داره میکنه، به زنان حق رأی داده و حق انتخاب شدن داده، توجه داره میکنه به طبقه کارگر، به رفاه اون،
وقتی رفتم در ایران دیدم که بعد چیزی که بیشتر کشورهای عقب افتاده دوچارش هستن، مسئله و مشکلات ایران یکی دو تا سه تا چهار تا نبود. شما برای اینکه حقوق بشر مراعات بشه در یک کشور احتیاج دارید که پلیستون بفهمه که حق مردم چیه. پلیسی که شما در امریکا میبینین یا در سوئیس میبینین یا در انگلیس میبینین حداقل سه چهار سال بعد از متوسطه تحصیلاتی کرده. بنابراین فهم و ادراکش از حقوق بشر یه چیز دیگریه تا پلیسی که ما داشتیم که حد اکثر تحصیلاتش به طور متوسط 6 ابتدایی بود، چون امکانات ما اجازه نمیداد، ما خیلی عقب مونده بودیم. من خودم شخصا میتونم بگم به شما که من پیش حضور اعلیحضرت یک بار رفتم، گفتم که من به عنوان شخص خودم که میرم به این کمیسیون‌های مختلف بین المللی که عضویت دارم در زمینه حقوق بشر، گاهی اوقات این حرفی که حضور اعلیحضرت عرض کردم گفتم که شرم دارم از ملیت خودم. ایشون یه دفعه وایسادن به من گفتن شرم داری؟ گفتم بله. گفتن چرا؟ گفتم برای اینکه میبینم اینقدر سند و مدرک در مورد زجر و شکنجه راجع به ایران گذاشتن رو میزم تا برام میشن برمیگردم که نمیدونم چیکار به چی بگم. ایشون گفتن اینا درست نیست. گفتم خب اطلاع داریم، مطمئن این علازت. فرمودن که وقتی رفتی بیرون به نخست وزیر بگو که یه هیئت قضات بفرستن به زندان ها ببینن که چی میگه، گزارش اونها چی. عرض کردم که خب قضات رو نفرستیم. ایشون گفتن چه باید کرد؟ گفتم که سلی کمیته بین المللی صلیب سرخ و اگه علازت میخواییم بدونیم دعوت کنیم بهشون اجازه بدین که وقت و بی وقت برن به زندان ها و گزارش رو به عرضتون برسونن. همین شاهی که صحبتش رو میکنن در همین زمینه ها، همین پادشاه بود که بالاخره دکتر منوچهر فرتاش سفیر ما در ژنو بود مستقیما، چون من گفتم قربون سعی کنید که مستقیم این کار بشه، مستقیما از طریق آقای معینیان با ایشون تماس گرفتم. ایشون با رئیس کمیته که استاد سابق من بود با پروفسور فریمون وارد مذاکره شد، قرارداد تنظیم شد، امضا شد، کمیته بین المللی صلیب سرخ دفترش رو در ایران باز کرد و یک سال و نیم دو سال قبل از انقلاب مرتب به زندان ها رفتن و بعض زندان ها شدیداً عوض شد که همین آقایون رفسنجانی و خامنه ای و خلخالی و غیره که در زندان بودن خودشون دیدن که چگونه وضعشون در از دو سال یه دفعه عوض شد. کی این کار کرد؟ شخص شاه بود. در قرن بیستم با تمامی این ثروت، با تمامی این پولی که داشتیم، آیا ما اجازه داشتیم که خیلی عقب باشیم در بعضی مسائل؟ ببین، مسئله اصلا نیست، پول اصلا مطرح نیست، مسئله تربیت افراد. خب وقتی پول باشه باید تربیت افراد باید جلوتر بیفته، بایستی خیلی چیزا تامین بشه. همینه که مردم تحملشون کم میشه وقتی که میبینن امکانات هست. من دفاع نمی کنم از ایرادایی که وجود داشته اینه، ولی حقیقت اینه که منم ایراد نمی گیرم، فقط کمی پاستی اگه بیسوادی داریم مدرسه لازم داریم. بله. که با بیسوادی مبارزه کنیم. برای اینکه مدرسه داشته باشین معلم لازم داریم، برای اینکه معلم داشته باشین باید مدرسه تربیت معلم وجود داشته باشه. زمان میبره تا معلماتون تربیت بشن، زمان میبره تا شما مسائل کافی رو داشته باشین که مدرسه به تعداد لازم در سراسر کشور داشته باشین. ما کتابای درسیمون حتی وقتی من وزیر آموزش پرورش شدم نصفشون در خارج از ایران در فنلاند و سوئد و دانمارک و غیره چاپ میشد، چون دفعتا آموزش باز شده بود، تعداد زیاد شده بود، ما چاپخونه حتی به قدر کافی نداشتیم. بنابراین ما یک کشوری بودیم که دفعتا میخواستیم در عرض 30-40 سال تمام این عقب ماندگی یک قرن رو اقلا جبران بکنیم. مشکل بود، بنابراین مسائل ایجاد میکرد. مسائل انقلاب ایران رو همون کارهایی که انجام گرفت و ما ازش تعریف میکنیم باعث شد که انجام بگیره، برای اینکه انقلاب خواستهای روزافزون مردم بود. مردم بیدار شده بودن، خواستاشون براشون روشن شده بود، میخواستن و رژیم نمیتونست به اون سرعتی که مردم میخواستن بهشون بده. و البته اون وقت تنگناهایی هم داشتیم، فساد متاسفانه وجود داشت، البته فسادی که امروز هست اصلا قابل توجه با اون چی که اون روز بود نیستش. اینها باعث میشد که مخالفین میتونستن مردم رو از رژیم جدا بکنن و اونها رو برانگیزن علیه رژیم. ولی با همین محمد رضا شاهی که صحبتشو میکنین، من شخصا در مدتی که وزیر بودم، اینو چون اولین باری که میتونستم ایشون رو ببینم بعد از این بود که وزیر شدم، من هر بار که پیش ایشون بودم حقایقی رو که میدونستم گفتم، همیشه دیدم که گوش شنوا وجود داره و علاقه وجود داشت. بنابراین اگر آنچه که وجود داشت، تنگه‌هایی که وجود داشت، ماها تا اندازه زیادی مقصر بودیم.
من و امسال. الان بعد از این حرفا با شما در میون میذارم. آقای دکتر گنجی به عنوان وزیر آموزش پرورش که مستر کار بوده، وزیر یک مملکت بوده، اون رژیم رو دیده و الان 16 سال در خارج از کشوره، بیشتر شاید آشنا شده به وضعیت یک برای اداره یک کشور، به خصوص یک کشور آزاد دموکرات. اگه رژیم عوض بشه، اگه الان دکتر گنجی با این تجربه هاش برگرده به ایران و یک نفر به نام شاهنشاه آریامهر از ایشون بخواد که بیاد وزیر اون کشور بشه، با همون شرایط قبول میکنه یا نه؟ یا خواستار آزادی بیشتر، کار بیشتر؟ من راجب خودم شاید اون چی که میگم عمومیت پیدا نکنه، ولی راجب خودم میتونم بگم در مدت 2 سال و چند ماهی که وزیر آموزش پرورش بودم، پرقدرت ترین وزیر بودم که در هر کشور دنیا میتونه وجود داشته باشه. هیچ وقت پادشاه مملکت کوچکترین دستور خلافی به من نداد. من ارتباط خیلی خوبی با نمایندگان و مجلس داشتم. مرتب هر هفته حداقل 10 نفر، 15 نفر، 20 نفرشون میبردم، باشون نهار میخوردم، 2-3 ساعت راجع به مدرسه و وضع آموزش پرورش در منطقه خودشون باشون صحبت میکردم. نمایندم، معاونم دائم توی مجلس بود و تمام پیشنهادهای اونا رو میورد، با هم دیگه بررسی میکردیم، بهش توجه میکردیم، چون ما مجبور بودیم. ما مدرسه 56,000 مدرسه در سراسر کشور داشتیم و اگه میخواستیم واقعا کار درست حسابی بکنیم، باید از طریق نمایندگان مردم در ارتباط میبودیم و طریق دفاتر خودمون. بنابراین من نمیتونم چیزی بگم راجع به گذشته که کسی مانع کار من میشد. من همیشه گفتم هر گونه خلافی که در مدتی که من وزیر آموزش پرورش بودم، شخص خودم مقصر هستم، هیچ کس دیگه نیست. هیچ وقت خلاف اون زمان رو من متوجه نه شخص پادشاه میدونم، نه نخست وزیر میدونم، نه کسی دیگه. اما در مورد دیگران میگفتن که بهشون دستور داده میشه، اینا اگه دستور داده میشده خلاف، نباید چنین چیزی بشه. در آینده من فکر میکنم که باید قانون حاکم باشه و قانون باید طوری باشه که تفکیک قوا خیلی روشن باشه و باید چیزی که در امریکا بهش میگین شما ترانسپرنسی، باید ترانسپرنسی وجود داشته باشه. یعنی آدم بتونه بدونه که چیزی نمیتونه پوشیده بمونه، به خصوص از دیدگاه مردم. باید مطبوعات آزاد باشن، راجع مسائل بنویسن، باید نمایندگان مردم آزاد باشن، پیگیری بکنن، نظارت بکنن. باید دادگستری خیلی قوی ما داشته باشیم. دادگستری ما البته در زمان خودش یک دادگستری خیلی پیشرفته بود، ولی در آینده باید ما توقعمون خیلی بالاتر از اون باشه. متاسفانه در این زمان که مملکت ما تو دست دادگاه‌های انقلاب افتاده که اسمش دادگاهه، یه بیدادگاه به تمام معنا هست. خب تا اینجای برنامه رو که دیدین، ما بیشتر راجع به گذشته، گذشته دکتر گنجی، گذشته رژیم، گذشته مملکت بوده که صحبت کردیم. اگه موافق باشین بعد از این برنامه رو بذاریم روی فعالیت‌های کنونی دکتر گنجی و روی فعالیت‌های اپوزیسیون دکتر گنجی. با ما باشین. دستگیر شوند، آنها را بدون محاکمه اعدام خواهند کرد. بدون محاکمه، البته پس از آنکه مدت زیادی برای لو دادن شبکه آنها را زیر شکنجه قرار دهند. مردی که در حال دویدن است، آن که فیلم برداری می کند، کسی که اتومبیل را می راند، خطر بزرگی را به جان می خرد. و این سرنوشت کسانی است که رژیم جمهوری اسلامی آنها را خیانتکار می داند. چه بد گفتم. لپیداسیون، فلاجلاسیون، شلاق زدن. کسانی که از بالای کوه به پایین پرتاب می شوند، قطع دست و پا و اعضای دیگر بدن، این قانون قصاص است. یعنی مقابله به مثل، چشم به جای چشم و دندان به جای دندان. ماه قبل از انقلاب همسرمو، فرزندانمو فرستادم به امریکا نزد برادرم که جراح قلبه و در حدود 40 سالی که در امریکا اقامت داره. خودم با دوستانم فکر میکردیم که شاید بتونیم کمکی بکنیم که
این بلایی که به سر ایران اومد مانش بشه. دو روز قبل از انقلاب از تهران خارج شدم و سعی کردم که در حدود 15 روز بعد از انقلاب سعی کردم از بندر عباس خارج بشم، نشد. برگشتم و به مدت در حدود 3-4 هفته در شهرستان ها بودم. بعد برگشتم به تهران و 4 ماه و نیم، حدود 5 ماه در نزد دوستان نزدیکم مخفی بودم و یکی از فامیلام. بالاخره به کمک دو تا از دوستان نزدیکم که دکتر الهی باشه، سیروس الهی و دکتر حبیب ممیز و چند نفر از همکاران نزدیکم در وزارت آموزش پرورش که اونها فراهم کردن وسایل فرارم رو، از تهران به مرز ترکیه اومدم و از اونجا از راه کوه وارد ترکیه شدم و بالاخره از ترکیه رفتم به شهر اسپوکن، جایی که همسرم و فرزندانم و برادرم اونجا زندگی میکرد. زندگی سختی بود ولی با امید زندگی کردم تمام اون مدت و فکر میکردم که موفق میشم. با دکتر الهی، دکتر ممیز، در اون زمان ما در اون روزها ما چیز درفش کاویانی رو پایریزی کردیم. من در روزهایی که قبل از انقلاب، در حدود 3 هفته قبل از انقلاب، 4 هفته قبل از انقلاب، با تیمسار سپهبد بدرعی خیلی نزدیک شده بودم و ایشون رو خیلی میدیدم و امیدم بر این بود که بدرعی بتونه یک اقدامی بکنه و کشور رو نجات بده. بدرعی هم خیلی علاقه داشت که این کار بکنه، تا متاسفانه اولین روز انقلاب دیدم که بدرعی رو ترورش کردن. بیشتر وزیر وزرا، بیشتر کسانی که شما رو میشناسن میگن دکتر گنجی یکی از پاکترین وزیرهای ایران بوده، هیچ نوع سوء استفاده مالی نداشته، هیچ نوع پارتی بازی نداشته. شما چرا فکر میکنین اگه در ایران میماندین شاید از طرف رژیم محکوم به زندان یا مرگ میشدین؟ تمام دوستان من که کشته شدن سلام و درود فراوان به شما هموطنان عزیز و گرامی. از اینکه یک بار دیگه شما رو شاهد و ناظر برنامه خودم می‌بینم بسیار خوشحالم. امیدوارم که برنامه بهترین شایستگی و لیاقت این رو داشته باشه که هر هفته یک ساعت از وقت گرانبهای شما رو می‌گیره. باری هفته پیش صحبت و گفتگویی داشتم با دکتر منوچهر گنجی، مردی با کوله‌باری از علم، دانش، تجربه و سیاست، مردی که می توانست در این سن و سال خود را بازنشست اعلام کرده و بقیه عمر را در آرامش و آسودگی خیال بگذراند، ولی عشق به وطن باعث شده که او از تمامی این نعمت ها چشم بپوشه. عشق به وطن او را امروز روز یکی از ببخشید عشق به وطن امروز روز او را مطرح ترین چهره اپوزیسیونی خارج از کشور معرفی کرده. دکتر منوچهر گنجی از طرف جمهوری اسلامی 24 ساعته در خطر جانی قرار گرفته و جمهوری اسلامی برای سر دکتر منوچهر گنجی جایزه تعیین کرده. در اینجا تشکری دارم از جناب آقای دکتر حبیب ممیز که باعث و بانی این مصاحبه گردیده و همچنین تشکر فراوان دارم از آقای مهندس داراب گنجی، پسر نازنین دکتر منوچهر گنجی، که در عرض مصاحبه بسیار با بنده همکاری و همیاری نمودند. هفته پیش این مصاحبه با استقبال بسیار زیادی از طرف اکثر شما مواجه گردید. امیدوارم که بقیه این برنامه نیز مورد توجه همگی شما قرار بگیره. متشکرم. Thank you.
بیشتر کسانی که شما رو میشناسن میگن دکتر گنجی یکی از پاکترین وزیرهای ایران بوده، هیچ نوع سوء استفاده مالی نداشته، هیچ نوع پارتی بازی نداشته. شما چرا فکر میکنین اگه در ایران میماندین شاید از طرف رژیم محکوم به زندان یا مرگ میشدین؟ تمام دوستان من که کشته شدن برحال سوالیه که شاید خود منم که انجام دادم میدونستم که جوابش چی باید بشه و شما رو با یادآوری خاطر متأثر کردم که خود منم متأسف هستم. جوابیه که فکر کنم همه میدونن دیگه، از دکتر فرخرو پارسا که یکی از بیگناه ترین ها شاید بود تا خود هویدا رو که رژیم فکر میکرد که واقعا گناهکاری که ما میدونستیم آنچنان چیزی نبوده، تا خیلی های دیگه که اعدام شدن از تیمسارها، از تیمسارها، از سربازان خوبی که ایران داشت و خیلی هاشون. هویدا؟ بله. خلط بری بگذاریم. جناب آقای دکتر گنجی، الان رژیم جمهوری اسلامی رو به دو قسمت افراطی ها و معتدل ها تقسیم کردن و به خصوص این اواخر رژیم کسانی از داخل رژیم با کسانی که در خارج هستن و علیه رژیم دارن همکاری میکنن، علیه رژیم دارن کاری انجام میدن، دعوت به همکاری کرده. شاید برای شما تعجب باشه که این اواخر حتی با من از وزارت ارشاد تماس گرفتن و خواستار نوعی تبادل فکری، نوعی همکاری در مورد اینکه بالاخره من ایرانی هستم، اونها ایرانی هستن و میتونیم و بچهای مشترکی داریم و میتونیم در این چیزهای مشترک با همدیگه همکاری کنیم، حتی منو دعوت به همکاری کردن که حالا متاسفانه یا خوشبختانه بنده بسیار شدید این دعوت رو رد کردم. شخص اول رژیم که نمیدونم رهبر آقای خامنه ای یا رفسنجانی تا به حال به دکتر گنجی پیشنهاد همکاری دادن یا نه؟ همون نوع پیشنهادی که به قاسملو دادن و به مرحوم دکتر بختیار دادن و دیگران. بله، چند سال پیش دکتر ممیز به من تلفن زد، گفتش که آقای انصاری که دوست آشنایی است گذشته‌ای دارن با دکتر مایز، بهشون تلفن زدن که همین انصاری که جدیداً با رژیم همکاری می‌کرده و علیه شاهزاده رضا پهلوی کارهای انجام داده، ایشون پیام آوردن که رفسنجانی می‌خواد پیغام فرستاده برای دکتر گنجی. پیغام حتما این بود که منو در جایی ببرنم همون کاری که با قاسملو کردم با هم انجام بدن. بعد از اون دو هفته سه هفته پیش که دیگر از نزدیکان من در آلمان بهم تلفن زد، گفت تلفن شده بهش از مقامات بالای رژیم که میخوان کمک بکنن به سازمان ما. من گفتم به جای اینکه کمک کنن به سازمان ما، برن زندانیان سیاسی رو آزاد بکنن، از زجر و شکنجه کردن مردم ایران دست بردارن، از این رفتار زننده عجیب با زنان ایران دست بردارن، یک انتخابات آزاد نظارت شده بین المللی بهش تن بدن. بعد اون وقت ببینن که ماها همه میگیم خیلی خوب، به جای اینکه خونریزی باشه بذار قدم همون طوری که در نیکاراگوا، در شیلی، در افریقای جنوبی تحول ایجاد شد، ما هم میگیم بسیار خوب تحول ایجاد بشه، جلوی خونریزی رو بگیریم. ولی اگر ادامه پیدا کنه مسلمی که متاسفانه کار به جایی میکشه که ما نمیخوایم کشیده بشه و کارا اونها هم به جایی میکشه. در حبشه امروز میبینیم که دادگاهی هست، جنایتکاران علیه بشریت رو دارن محاکمهشون میکنن. بنابراین به من، بله همونطور که گفتیم، به من هم پیغام ها و پسخام های زیادی بهم رسید. بنابراین شما فکر میکنید که دعوت از شما به خاطر از بین بردن شماست، به خاطر ترور شماست؟ مطمئن. چون همین جواب من به اونها دادم که فکر، یعنی فرخزاد و دیگران رو مثال زدم که فکر کردم که گفتم بهشون که فکر میکنم دعوت شما این که میخواییم با من رو به رو بشین همانو از بین بردن من باشه. روی زمین تکیه بدهید، آرنج را روی زانو بگذارید، تکان نخورید. پلیس ویژه فرانسه به او تعلیمات لازم را میدهد تا اونیز بتواند در مقابل تروریست‌ها جان خود را حفظ کند.
کلن نظر شما راجع به اپوزیسیون خارج از کشور، اپوزیسیونی که بسیار رهبری داشته باشه، مثل جبهه نجات ملی، مثل نهضت مقاومت ملی، مثل مجاهدین، دکتر بنی صدر و و و چیه؟ سعی کردم که با تمام افرادی که گروه های مخالف ملیگرا رو و دموکراتیک رو، کسرتگرا رو اداره میکنن نزدیک بشم. با دکتر بختیار خیلی نزدیک شده بودم، با سایر گروه های مبارزی که در خارج هستن برای دکتر امینی احترام زیادی قائل بودم. با وجود این که ابتدای کاری که رفتم یک مشکلاتی پیش اومد، ولی همیشه احترام قائل بودم، هستم برای سایر مبارزان، مشروطه خواهان احترام خیلی قائلم، به خصوص مشروطه خواهانی که طرفدار کثرت‌گرایی و دموکراسی و تفکیک قوا هستن و میخوان یک شاهی داشته باشن که فقط سمبل اتحاد ملی باشه، براشون احترام قائلم. برای جمهوری خواهان واقعا طرفدار دموکراسی احترام خیلی زیاد قائل هستم. میدونم که عشق و علاقه شون به ایرانه که و آزادیه که اونا رو در اون راه برده. برای کردهای ایرانی که مبارزه میکنن برای آزادی ایران و برای اینکه اقلا یک اختیارات محلی داشته باشن و بتونن تصمیمات محلی رو خودشون بگیرن و وضعشون به مراتب بهتر از اون چی که هست بشه و زبانشون رو بهش احترام گذاشته بشه. دکتر معدنی چطور؟ با دکتر معدنی ملاقاتهایی داشتم برای ایشون احترام، و البته ایشون با رژیم همکاری کردن، ولی اومدن بیرون و خودشون رو یه آدم کثرت‌گرا و دموکراتی نشون میدن، برای با ایشون اختلافی ندارم. با آقای دکتر بنی صدر من بارها وقتی شنیدم که تروریستایی وارد پاریس شدن و احیانا میخواستن ایشون رو ترور بکنن، بهشون تلفن زدم، بهشون اطلاع دادم، بهشون احترام گذاشتم. دید ما با هم دیگه فرق میکنه، ولی با این بس من اختلافی با آقای بنی صدر به عنوان یک ایرانی ندارم. بنی صدر هم میخواد که ایران از دست این آخوندها نجات پیدا کنه. و چطور اگه میخواستن از دست آخوندها نجات بدن، چطور امروز دست آخوندها میخواد؟ امروز میخواد، ولی در حد فکر کنم همین اسلامی آخوندی میخوانیشون. بله، اندازه زیادی چیز مذهبی داره و تفکیک با اون اقتصاد توحیدی که بله مذهب و حکومت برای ایشون اونقدر مطرح نیست که برای ماها مطرحه. من برای مذهب و حکومت باید از هم جدا باشم، و برای دیگران این که صحبت کردم همشون، آقای مدنی رو نمیدونم تا چه اندازه، ولی برای سایرین همه قبول دارن که باید مذهب و حکومت در ایران آینده باید از هم جدا باشن. و بالاخره داخل مساجد عقیده دکتر گنجی رو راجع به سازمان مجاهدین میخوام بدونم چی؟ مجاهدین خلق، خب هر کدوم از ما گفتم که یه سوابقی داریم و سوابق اونو نمیشه از اون جدا کرد. با اون سوابق همه چیز زندگی میکنیم، میتونیم تغییر پیدا کنیم، بله همه، هر انسانی میتونه، هر سازمانی هم میتونه، ولی تا اون وقتی که من ندیده باشم که مجاهدین از لاک خودشون بیرون اومده باشن و علنی دنبال این که بخوان رئیس جمهور از خارج تعیین بکنن برای ایران و دنبال این که یه رهبری داشته باشن و بخوان به تنهایی خودشون در داخل خاک کشوری که دشمن ایران بوده در گذشته و با نیروهای ایرانی جنگیده، از اون طریق بخوان وارد ایران بشن، با اونها تفاهمی نداشتم، ولی در مقابلشون به هیچ وجه نخواهم ایستاد. برای اگر بخوان واقعا ببینم که برای آزادی، آزاد شدن ایران از این وضع میتونن، بین اونها جوانهایی هستن که مطمئنن خیلی ها هستن، جوانهای میهن پرستی هستن که فکر کردن که مبارز مسلحانه جز اینا وجود نداره، اونا هم علاقه داشتن برن در یک کار مبارزی مسلحانه شرکت کنن. بنابراین به هیچ وجه محکومشون نمی کنم اون جوانها رو، کسی رو که محکوم می کنم گردانندگان هست. به هر حال سوالات هنوز زیاد هست، زیاد صحبت کردین، گلوتون خوش شده، با چکه آبی میتونیم این خشکی گلو رو از بین ببریم و تا چند لحظه دیگه برمیگردیم و سوالاتو با دکتر گنجی ادامه میدیم. طی 16 سالی که در خارج از ایران بودیم، طی 16 سالی که علیه جمهوری اسلامی مبارزاتی میکردیم، همیشه اپوزیسیون مطرح بوده، همیشه چراغ سبز مطرح بوده، همیشه کمک گرفتن از دولت‌های بزرگ مطرح بوده. ما می‌دونیم حتی رژیم ایران
رژیم تهران بدش نمیاد که با دولت‌های بزرگ نشست و برخاست داشته باشه و کمک اونها رو، پشتیبانی اونها رو داشته باشه. همچنین میدونیم که بدون کمک دولت‌های بزرگ و به خصوص امریکا هیچ نوع اپوزیسیونی نمیتونه آنچنان فعالیتی داشته باشه. ما میدونیم که یک اپوزیسیون، یک گروه سیاسی بدون پشتیبانی مالی و معنوی نمیتونه کاری رو از بین ببره. در ضمن که تمامی اپوزیسیون ها، تمامی کسانی که به صورت جدی با رژیم داخل میخوان مبارزه کنن، احتیاج به کمک ها و پشتیبانی هایی از دولت های دیگه دارن. همچنان ما میشنویم وقتی زمانی فاش میشه، زمانی اسمی از یکی از رهبران اپوزیسیون برده میشه، دیگرون این اتهام رو وارد میکنن که آقا فلانی با فلان دولت داره کار میکنه، مجاهدین از عراق پول گرفتن، بختیار از فلانی پول گرفته، دکتر گنجی از دولت امریکا پول میگیره و و و و. دکتر گنجی حرفش در این مورد چیه؟ آیا بدون کمک دولت‌های بزرگ میشه کاری کرد؟ آیا بدون پشتیبانی مالی دولت‌ها میشه اپوزیسیونی به راه انداخت؟ آیا میشه فقط چشم به راه داخل شد؟ آیا ملت ایران، کسانی که در خارج هستن، کمکی میکنن یا فقط ادعا دارن؟ خب دو چیز گمون میکنم در این سوال، دو مطلب مهمه. یکی اینه که انسان خودش تا چه اندازه ملیگراست. من میتونم در مورد خودم، حداقل در مورد خودش هر کسی میتونه صحبت کنه. من از جوانیم یادم ملیگرایی بودم و همینطور موندم و در مورد کشورم حاضر نخواهم شد تحت هیچ شرایطی که هیچ کشور خارجی بخواد در امور داخلی ایران مداخله بکنه. من میدونم که ما یک کشوری هستیم که در این دنیای کوچک زندگی میکنیم که بهش میگن دهکده جهانی، و میدونم که سرنوشت همه ما به همدیگه پیوند کرده، ولی برای ایران میخوام یک حکومت مستقلی باشه که تصمیمات رو بر اساس مصالح ملی ایران بگیره بدون توجه به هیچ دولت خارجی که مداخله‌ای در کارش کرده باشه. اما امروز ما کشورمون در دست یک گروهی افتاده که به نیستی داره کشونده میشه. درآمد ناخالص ملی ما امروز 10% کمتر از اون چیزیه که 16 سال پیش بود. فقر و بدبختی و فساد و رژیم خونخوار و زجر و شکنجه و اعدام و همه این چیزا شامل ها، تبعیض و غیره شامل حال کشور ما شده. دنیا داره عجیب به پیش میتازه و ما داریم عقب میریم. ما شرایط وضع بنگلادش رو داریم پیدا میکنیم و بدتر از اون. در چنین شرایطی من تا اونجایی که میدونم گروه مبارزی در دنیا نبوده که با یک کشوری با تمام این امکاناتی که اینا در دستشون هست، امکانات پول نفت ما و همه چیز ما، بتونن دست خالی به مبارزه برن باش. تمام گروه های اپوزیسیون که من میشناسم در این 40-50 سال اخیر به کمک دنیا محتاج بودن و از دنیا کمک گرفتن. اسم میبرم، مندلا تنها از کشور سوئد سالانه 16 میلیون دلار کمک میگرفت. تنها سوئد، خیلی کشورهای دیگه. یاسر عرفات تمام این مدت بدون کمک کشورهای عربی و سایر کشور شوروی و غیره و زلو کنه کمک کردن، هیچ وقت نمیتونه سازمان آزادی بخش فلسطین کاری رو که انجام داد انجام بده. پنسی هانوک در تمام مدتی که برای نجات کشورش کامبوج فعالیت میکرد، اگه کمک خارج نبود که حتی چین جزی از اون کشورها بود و سایر کشورهای غربی، فرانسه و غیره و زلو کنه، نمیتونست موفق بشه. مبارزان آزادی خواه شیلی، مبارزان آزادی خواه نیکاراگوا و غیره. مهم اینه که کمکی که گرفته میشه بدون قید و شرط باشه و بدون وابستگی باشه. اون مهم. و بدون اینکه فرد خودش رو در اختیار سازمان و کشور کمک دهنده قرار بده و برای اونها کار بکنه و بر طبق خواست اونها 100% میگم. برای اینکه شما وقتی کمک میگیرین شرط و قید میتونه وجود داشته باشه. میگه ما از کمکمون نمیخوایم شما مبارزه مسلحانه بکنید. خیلی طبیعیه. میگه میخوای بگیری، مبارزه مسلحانه نیست جزش. شما میتونید بپذیری یا میتونید نپذیری. پس شرط و قید میتونه در جای باشه، نه بیش از این.
اگه در این حد باشه من هیچ عیبی نمیبینم که سازمان ها کمک خارجی رو بسیج کنن برای اینکه بتونن کشورشون نجات بدن، هر چه زودتر هم نجات بدن. هر کسی که میگه کمک گرفتن غلطه میخواد این دار و دسته برای ابد در ایران بمونن و این درست چیزیست که رژیم جمهوری اسلامی میخواد که ما ایرانیان در خارج راجبش صحبت بکنیم و اونها هستن که این تخم رو میپاشن در بین ایرانیان که بگن فلانی مأمور اون کشوره، فلانی مأمور سازمان اطلاعاتی این کشوره و غیر و ذلک و اینا. ما باید خودمون با فهم و شعور خودمون تصمیم بگیریم که آیا اینطور هست یا اینطور نیست و بفهمیم که برای نجات ایران چگونه باید کار بکنیم. البته باید جامعه ایرانی خارج از کشور که بین ما میلیاردرها و میلیونرها خیلی زیاد هستن کمک بکنن، ولی من متاسفم این رو بگم به هم میهنان عزیزم که من در 9 سال اخیر که در این کار بودم شب و روزم بوده، جز کمکی که از ایران اومده و کمک‌های 200 تومانی و 500 تومانی و 1000 تومانی بوده که مجموعش در این سال‌ها یه چیز در حدود 1,600,000 تومانی، من در مجموع نمیتونم بگم که بیش از 1500 الی 2000 دلار ایرانیان خارج از کشور در این 9 سال به سازمان ما کمک کردن. به سازمان‌های دیگه هم میدونم همینطوره، جز این نیست. اگر در یه موقعی که اعضای خاندان سلطنت مثلا کمک کردن به مبارزین اونا، اونا چند نفر از اعضای خاندان سلطنت بودن که کمک کردن؟ اون مردم ایرانیان خارج از کشور نبودن. و این صحبت هایی که بعضی از سازمان ها میکنن که ما کمکمون رو از ایرانیان میگیریم، قبول نمیکنم به هیچ وجه. من میدونم کمکشون از خارج میاد و اون سرپوشی است که روش میذارن که کمک از ایرانیان داده میشه. چون خودم دستم در این کاره و میبینم که هم میهنان من گریه میکنن، زاری میکنن، دلسوزی میکنن، ولی کمکی نیست در کار. فرمودین که ما تعداد بسیار زیادی میلیونرها، ثروتمندان، میلیاردرهای ایرانی داشتیم که هیچ کدوم به شما کمک نمود. آیا شخص دکتر گنجی خواسته با اینها تماس بگیره؟ آیا از اینها خواستین به شما کمک کنن؟ کمک نشده؟ آقای خاچتوگیم، من 5 سال پیش با مرحوم دکتر الهی و 2-3 نفر دیگه از یاران نزدیکمون نشستیم و فکر کردیم که یه لیستی تهیه کنیم از 100 نفر ایرانی که اقلن ثروتشون بالاتر از 20 میلیون دلار و نامه های خصوصی من برای این افراد بنویسم و بهشون بگم که این مبارزه باید وابسته باشه بهشون، به ایران و به ایرانیان. و شرم دارم اینو بگم که نامه ها رو کلی هم خرج کردیم برای اینکه نامه یکایک اینا رو ببینن و نامه رو دستی دستشون بدن، نامه هم مهر شده باشه که بدونن که هیچکی ندیده جز من و اونها. اسامی اینها رو همه رو دارم برای خاطراتم، یک دونه پاسخ ازشون نیومد. تمام افرادی بین اینا بودن که 200 میلیون 500 میلیون دلار داراییشونه، یک دینار. من راجع به خارج که گفتم یه مطلب بگم، من در تمام این سالها من اطلاعات مسلمه کاری که میکنم باید اطلاعات داشتم، من یک سازمان مخالف جدی رژیم جمهوری اسلامی رو نمیشناسم که در این سالها تونسته باشه بدون کمک گرفتن از منابع خارجی سر پاش وایستاده باشه. تنها کاری که میتونم بگم راجع به سازمانی که من مسئولیتش دارم، سازمان ما یک دینار از دشمنان ایران یا کشوری که در ایران با در جنگ بوده باشه، یک دینار کمک نگرفتیم. بهمونم اومدن پیشنهادهای خیلی زیادی هم دادم، قبول نکردم هیچ وقت و قبولم نخواهم کرد. ولی جز این امروز گمون میکنم همونطور که شما گفتیم مهمترین چیز اینه که ما هموطنان خودمون رو مجددن بهشون بگیم که این وظیفه وظیفه همه ماست که برای نجات کشورمون امروز کمک بود. ما ایرونی ها اصولا اهل تعارف بسیار زیاد هستیم و بعضی مواقع این تعارف ها نمیذاره که آدم حرفش اونطوری که میخواد بزن. با بعض از این ایرونی ها که خب اکثر ایرونی ها معترفن، طلبکار هستن که آقا چرا شاهزاده رضا پهلوی کاری نمیکنه، چرا دکتر گنجی کاری نمیکنه، چرا فلانی کاری نمیکنه، چرا مملکت آزاد نمیشه؟ و وقتی میگیم خب شما چیکار میخواین بکنین، میگه ما که کاری ازتون برنمیاد. میگم خب وقت ندارین بذارین، از جانتون نمیخواین مایه بذارین، از نظر مالی میگه ای آقا با 20 دلار ماهی بخوام بفرستم برای دکتر گنجی، 30 دلار که بخوام بفرستم، مگه با 20 دلار من کاری میتونم بکنم؟ در صورتی که ما 2 میلیون ایرانی خارج از مملکت هستیم، 4 میلیون 2 میلیون در امریکا هستیم،
اگه فقط 1,000,000 اینها، 1,000,000 نفر از ایرانی ها، 100,000 نفرشون ماهیانه $10، 10 دلار پولیه که بیشتر ما ایرانی ها وقتی میدیم به یک جایی که بچه‌مون رو میبریم از این بازی ها گیم ها انجام بدن، به راحتی 10 دلار رو میدیم به بچه، میندازه 25 سنتی میکنه، میندازه داخل اون و خودش به خیال خودش با این کسانی که از کرات دیگه اومدن مبارزه میکنه و با اشعه اونها رو میکشه. اون منابعی که باید کمک بکنن، کمک مالی، کمک لوجستیکی و کمک اخلاقی برای نجات کشور ما، اگر ببینن که ایرانیان خارج از کشور چنین کاری کردن، مطمئنن شکل کمک ها به طور عجیبی عوض میشه. این چیزی که بهش میگن، خارجی ها میگن و امریکایی ها بهش میگن، میگن فورس مولتیپلایر. یعنی یه قدم کوچیک شما برمیده مثل یه گل برفیه که شروع میشه و تبدیل به بهمنی میشه. باید ایرانیان این کارو بکنن. این وظیفه ایرانیان امروز که این کارو بکنن. نه برای سازمان ما، به هر سازمانی که بهش علاقه داره. به هر سازمان. یک جایی باید این صد و این وضع باید یه جایی خاتمه پیدا کنه. سازمان آزادی بخش فلسطین ماهانه مالیات میگرفت از تمام فلسطینی ها در خارج، از رو حقوقشون، و اونطوری عضو سازمان شده بودن و اون وقت میتونستن ایراد بگیرن که این سازمان خوب کار نکرده. ولی هموطنهای ما چگونه میخوان ایراد بگیرن که چه سازمانی کار کرده چه سازمانی کار نکرده، وقتی خودشون اصلا بیتفاوت میخوان باشن در مقابلش؟ و اون وقت هموطنان داخل که در بند هستند، اونها پیشگام بشن با درآمد ناچیزی که دارن، بخوان 1,000 تومان از درآمد ماهانه خودشون بزنن کمک بکنن به سازمان. از داخل با ما تماس میگیرن. برای مثال از ایران کسانی به وسیله نامه و یا از طریق مسافر هر چه که مقدورشان است برای ما میفرستند. بین آنها اسکناس‌های 1,000 تومانی، 500 تومانی، 100 تومانی، 50 تومانی و حتی 20 تومانی وجود دارد که فرستادند. اگه دلتون میخواد که با سازمان درفش کاویانی، سازمان دکتر منوچهر گنجی مکاتبه داشته باشید و یا اگه دلتون میخواد که مستقیماً با دکتر منوچهر گنجی صحبت کنید، میتونید با این آدرس و این شماره تلفن با سازمان درفش کاویانی و همچنین دکتر منوچهر گنجی ارتباط برقرار کنید. اگر ایران به جان، وقتی صحبت میشه از شاهزاده رضا پهلوی، همگی ایشون رو تایید میکنن به عنوان یک ملیگرا، به عنوان یک آزادیخواه، میگن ایشون پادشاه بسیار خوبی برای سوئیس خواهد بود، برای سوئد خواهد بود، ولی برای ایران نه. عقیده دکتر گنجی راجع به شاهزاده رضا پهلوی چی؟ من آرزوم اینه که شاهزاده رضا پهلوی پادشاهی باشه که در سوئد و در نروژ و در دانمارک دیده میشه، تا اینکه پادشاهی باشه که در یک کشور دیکتاتوری وجود داره. بنابراین اگه چنین چیزی باشه و اینان همینطور انجام بگیر و اینا، من گمون میکنم مردم ایران باید خیلی جشن میگیره. شما خود شخص شاهزاده رضا پهلوی رو در حرفایی که میزنه، در تجربیاتی که داشته، در تزی که داده چجوری میبینید؟ من فکر میکنم صمیمی امروز در اون حرفی که میزنه. خب من فکر کنم که حرفا زده شد. شما اگه فکر میکنین حرفی باز هست، سوالی هست که باید انجام بدم، بفرمایید. اگر نه، از دکتر گنجی میخوام توقع خودشو از ملت ایران دقیقا در دوربین و به وسیله این میکروفون و این بلندگو به گوش ایرانی رو برسونم. من با هم در این سالها مصاحبه خیلی شده، فکر میکنم که دید سیاسی خیلی وسیع شما دارین و ازتون تشکر میکنم. انواع اقسام سوالهایی که کردیم خیلی باز و روشن بود. منم تا اونجایی که وظیفه‌ام ایجاب میکنه باز و روشن پاسخ دادم. توقع من از مردم ایران، میدونم اونا در داخل ایران زندگیشون دارن ریسک میکنن خیلی بیش از من. با رژیم مبارزه کردن، با یه رژیم خونخواری مبارزه کردن، جانش آدم باید روی گف دستش بگیره. ولی گمون میکنم که بعضی از ماها باید حاضر باشیم که خونمون ریخته بشه برای اینکه آینده ایران
و آینده جوانان ایران تامین بشه. و برای اینکه امروز به خصوص که این ننگی که روی نام ایران گذاشته شده، این لکه ننگی که روی نام ایران اومده گرفته ایتش پاک بشه، بنابراین فکر میکنم ماها وظیفه خیلی سنگینی در مقابل نسل‌های آینده داریم و باید هر کدوممون به وظیفه خودمون عمل بکنیم. تنها راه مبارزه سازماندهی و تشکیلات، چه سازمان یک کوچک هسته‌ای، چه سازمان‌های کارگری، اتحادیه کارگری، سازمان دانشگاهیان، سازمان جوانان، سازمان زنان، سازمان فرهنگیان و غیره. باید مصر باشیم در اینکه این سازمان‌ها به وجود بیان و سازمان‌ها رو باید ببریم به جهت اینکه آزادی و حقوقی که باید ازش بهره‌مند باشیم بهره‌مند بشیم و نظامی بیاد در کشورمون که ما بهش افتخار بکنیم. دو ساعتی با دکتر گنجی صحبت کردم، دو ساعتی در بین خانوادش بودم، دو ساعتی با دکتر گنجی زندگی کردم، با هم از گذشته صحبت کردیم، خوشحال بودیم، متأسف شدیم، راجع به آینده فکر کردیم و دو ساعت زندگی واقعی رو در این خانواده حس کردم. از دکتر حبیب ممیز که باعث این مصاحبه شدم بسیار ممنون هستم، از آقای داراب گنجی که این در این مصاحبه زحمت بسیاری کشیدن و باعث شدن که این مصاحبه خیلی سهل و ساده برای من انجام بشه، خیلی ممنون هستم. همچنین از آقای دکتر منوچهر گنجی که این افتخار به من دادین و در خدمت شما بودم و از به هر حال از عقاید شما مردم رو آگاه کردم. من امیدوارم که مردم در جلسه قبلی که راجع به شما برنامه داشتیم از آدرس شما میخواستن، تلفن و فکس شما رو میخواستن و بعضی ها هم شماره بانکی شما. در آخر این برنامه تمامی این اطلاعات به مردم داده میشه، امیدوارم که مردم ما از این سکوت، کسانی که در این 16 سال مطمئنن عاشق ایران بودن، خواستن کاری انجام بدن، یا راه و روششون نمیتونستن یا گرفتاری ها باعث شد، به هر حال از این سکوت بیرون بیان، از این خواب بیدار بشن، هر کدوم به هر نحوی که میتونن، نه فقط با دعا کردن و آرزو کردن، هر طوری که میتونن بتونن خودشون اپوزیسیونی باشن علیه جمهوری خون، جمهوری صفاک رژیم خمینی. با تشکر از شما جناب آقای دکتر گنجی. تشکر میکنم از شما.